بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله عزیز با جلسه 32 مدیریت دیتابیس یک خوش آمدید. مسئله عزیز فصل پنجم هست. در این فصل ما ایجاد ارتباطات بین جداول یا جدول ها در اسکول سرور میخوانیم. پیش از اینکه ما ایجاد ارتباطات بین جدول ها در اسکول سرور بس بکنیم و روش های از اونا را بخوانیم، ما انواع مختلف ریلیشنشپ ها را بس میکنیم که ریلیشنشپ ها چی هست و کدام میکانیزم ها را دارن و چه خوبی هایی دارن، اینا را بس میکنیم و همچنان اهمیتی از این کورس را بس میکنیم. ما بعد میریم به طرف جلسات بعدی که معمولا ایجاد ارتباطات بین جدول ها در اسکول سرور میباشد. مثلا عزیز در اینجا ما رابطه دیتابیس ها را میخوانیم، انواع رابطه ها را، انواع جوین ها را، ایجاد رابطه ها و خلاصه گیری میکنیم. هدف کلی فصل پنجم چی میباشد؟ مثلا این گرامی شما با ایجاد ارتباطات بین جدول ها در اسکول سرور شناخت کامل حاصل میکنید و بعد از اینکه ما تکمیل میشه این کورس، شما قادر به این خواهد بودین که با ارتباط دادن جدول ها آشنا میشین که چطور جدول ها را ارتباط بتین و با چه شکل ارتباط بتین و همچنان بین جدول ها ارتباطاتی که ایجاد میشه اینها را ایجاد کرده بتونین، تفاوت انواع مختلف ارتباطات بین جدول ها را تشخیص بدهین. این در واقع و در آخرم در مورد جوین ها و انواع آن بحث میشه و شما یاد میگیرین که جوین چی هست و چند نوع میداشته باشیم، چطور میتونیم که پیوند بتیم اطلاعات که در بین تبل ها وجود دارن. یکی از موضوعات اساسی در قسمت ارتباطات جدول ها ای است که مثلا عزیز ما دیتا بعضی اوقات دیتابیس های بسیار بزرگ یا تیبل های بسیار بزرگ می داشته باشیم که یک نوع دیتای مشخص در خود ذخیره نکرده، چندین دیتای پراگانده را در خود ذخیره می داشته باشه و این باعث میشه که ما به شکل درست نتونیم که دیتاهای خوب از تیبل ها استخراج بکنیم. به این معنی که بعض اوقات ما تیبل ها را طور ایجاد میکنیم که این تیبل ها در واقع دوپلیکیت هم می داشته باشن، انواع مختلفی دیتا ها می داشته باشن و دیتا های با جزئیات هم می داشته باشن. ما نمیتونیم که به اسپسیفیک یک دیتا های خاص از تیبل های بزرگ استخراج بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم. به این خاطر یعنی در واقع ما دیتا های دقیق و سازگار نمیتونیم که در تیبل های بزرگ داشته باشیم. به این خاطر است بهتر است که ما بتونیم که تیبل های بزرگ به تیبل های کوچک استفاده بکنیم یا به تیبل های جداگانه. ما به خاطر ذخیره دیتا های مختلف برای نهادهای مختلف میتونیم استفاده بکنیم. دلیلش هم قبلا گفتیم که به خاطر عزیز که ما بتونیم دقت بودن و صحت بودن دیتا را بیشتر بسازیم. خوب در ساخت جدول ها در یک دیتابیس عموماً از ایجاد جدول های بزرگ و طویل خودداری صورت میگیره. به این معنی که بعض اوقات دیده باشین که ما یک تیبل داریم به نام کاستومر، تمام مشخصات کاستومر است، باز او طرف در عین تیبل باز مشخصات آیتم ها یا اجناس هم ذکر کرده، مثلا خود نام جنس، نویت جنس، کتگوری هزو، مقداری هزو، قیمت هزو، همه از اون هم ذکر کرده و ایز کاستومر هم. در یک تیبل هم ما کاستومر داریم، مشخصه های کاستومر داریم و هم مشخصه های آیتم یا هم اجناس داریم. خب در اینجا مشکل اساسی همی است که یک مشکلی که ایجاد میکنه همی است که ما چطور بتونیم که برای هر کاستومر یک مشخصه یک جنس به طور مشخصا بخشش ریلیت بتیم. اینجا مشکل ایجاد میکنه. این در واقع بعضی اوقات میشه که دیتاهای تکراری زیادی به اساس آیتم ها بالای کاستومر ها رخ بده. باید از اون جلو بشه. در عوض آن جدول های بزرگ ما چی میکنیم؟ به جدول های کوچک تقسیم میکنیم و این جدول های بزرگ وقتی که تقسیم میشوند به جدول های کوچک، در واقع علمی پروسه را به نام نورمالیزیشن میگم. پروسه نورمالیزیشن به این معنی است که ما کوشش میکنیم که دیتاهای را دریافت بکنیم که اون دیتاها هم در واقع
هم ریدندنسی نداشته باشه، دپلیکیت نباشه و تکرار دیتا دو نباشه و همچنان ما بتانیم که به اساس از دیتا ها یک دقت بودن یا صحت بودن یا سازگار بودن دیتا رو در دیوال ها ایجاد بکنیم. نرمالیزیشن یک پروسه تصحیح دیتا یا تصفیه دیتا و از بین بردن دپلیکیت ها یا دیتای تکراری و از بین بردن دیتاهای پراگنده و ایجاد یک دیتاهای استاندارد که در هر تیبل میتونه که استفاده شد، تا اینکه ما بتانیم بالا از اینا مدیریت خوب کرده بتانیم و همچنان سرعت کاری ما را میتونه که به اساس از این میتونه که سرعت ببخشه. وقتی که جدول های بزرگ به جدول های کوچک تقسیم میشن، این بدلی که دیتاهای این دو جدول ها مرتبطن، چون ما کاستومر داریم و طرف هم جنس داریم، اجناس داریم و این دو مشخصه کاستومر و جنس در واقع اینها وقتی که جدا میشن، در اینجا نیاز است که ما یک ارتباطات بین از اینها ایجاد بکنیم، یک ریلیشنشیپ ایجاد بکنیم. وقتی ریلیشنشیپ ایجاد میشه به این معناست که ما به اساس قوانین نرمالیزیشن، به اساس قوانین مدیریتی از بین بردن دپلیکیت ها اینمی ریلیشنشیپ ایجاد میکنیم یا ارتباطات بینشون ایجاد میکنیم و به اساس ارتباطات میتونیم که دیتا ها را در واقع به تیبل های مختلف که وجود داره به تیبل های مختلف چی بکنیم، ارتباط برقرار بکنیم. و این ارتباط ها باعث میشه که ما از تیبل های خود هر وقت که نیاز داشته باشیم دیتا های متفاوت میتونیم که استخراج بکنیم، گزارش دهی بکنیم، از اون طریق میتونیم ریپورتینگ بکنیم و میتونیم که در موارد مختلفی که نیاز است به اساس از دیتا ها میتونیم دیتا ها را چی بکنیم، انتخاب بکنیم. بنابراین هنگامی که ما استخراج میکنیم دیتا ها را از جدول ها، ما از یک نوع کیوری خاص به نام جانس یا پیوند بگیم، جانس یا پیوند استفاده میکنیم تا اینکه اما دیتا هایی که نیاز داریم از تیبل هایی که قبلا ریلیشنشیپ یا ارتباطات برقرار شده میتونیم که دیتا را به دست بیاریم. اما اساس رابطه ها به اساس کلید خارجی میشه، یعنی ما قبلا خواندیم که یکی پرایمری کی داریم و دیگر کلید خارجی یا فارن کی داریم. فارن کی در واقع یک کلیدی هست که از طریق پرایمری کی ایجاد میشه در تیبل دومی. ما یک تیبل اولی داریم، تیبل اولی پرایمری کی داره و میخواهیم که اون یک تیبل به تیبل دیگر ارتباط برقرار بکنه، در اینجا ما از کلید خارجی و پرایمری کی استفاده میکنیم. به اساس از اون میتونیم که ریلیشنشیپ ها را ایجاد بکنیم. وقتی که ریلیشنشیپ ها ایجاد شد با استفاده از کیوری های پیوند یا جاینز میتونیم که دیتا های از اینها را چی بکنیم، استخراج بکنیم. خب مثلا عزیز، دیتابیس ریلیشنشیپ یا روابطی یا رابطه های دیتابیس ها میتونه متفاوت باشه. قبلا گفتم که دیتابیس ریلیشنشیپ ها عبارت از ارتباط دادن جدول ها در یک دیتابیس است که چطور میتونیم که دیتابیس ها را، تیبل های دیتابیس ها را به شیوه های مختلف ریلیشنشیپ بدیم و به اساس از اون میتونیم که دیتا ها را استخراج بکنیم. ما معمولا سه نوع ریلیشنشیپ در دیتابیس می داشته باشیم. یکی رابطه یک به یک است، وان تو وان ریلیشنشیپ است. دوم رابطه یک به چند و برعکس آن است، وان تو منی یا منی تو وان ریلیشنشیپ است. و رابطه چند به چند است یا منی تو منی ریلیشنشیپ است. و این سه نوع ریلیشنشیپ معمولا در واقع استفاده میشه. رابطه یک به یک یا وان تو وان عبارت از ریلیشنشیپ یا رابطه ای هست که یک فرد میتونه مشخصا یک موضوع را داشته باشه. به طور مثال یک امپلایی یا یک کارمند در یک اداره یک آیدی کارت می داشته باشه و یک آیدی کارت مربوط یک امپلایی می باشه. یعنی به اساس اینا رابطه مشخص یا رابطه بسیار یک به یک می داشته باشن که یک امپلایی یا یک کارمند تنها یک آیدی را داره، چندین آیدی در یک دفتر نمی داشته باشه، یا یک آیدی که دفتر برای یک کارمند میده برای یک کارمند یک آیدی مشخص میده، یا چندین آیدی برای یک کارمند داده نمیشه. بنابراین در اینجا ریلیشن
ریلیشنشیپ وان تو وان استفاده میشه. رابطه دیگر رابطه یک به چند و برعکس است، به این معنی که وان تو منی، وان تو منی به این معنی است که مثلا عزیز یک کاستومر یا یک مشتری میتونه که چندین آیتم خریداری بکنه یا چندین جنس خریداری بکنه یا چندین جنس مربوط یک کاستمر یا یک مشتری میتونه باشه. یعنی در وان تو منی ما طور ریلیشنشیپ ایجاد میکنیم که یک فرد یا یک شخص بتونه که از چندین موضوع استفاده بکنه یا چندین موضوع مربوط بشه به یک شخص. مثل که من گفتم که یک مشتری چندین جنس خریداری کرده میتونه و بعضی اوقات میتونیم که بگیم که یک مشتری میتونه که چندین جنس میتونه که خریداری بکنه، اما چندین جنس مربوط مشتری میشه، یعنی میتونه که مربوط یک مشتری میتونه که ایجاد شه. رابطه دیگر رابطه چند به چند است. رابطه چند به چند یا منی تو منی ریلیشنشیپ داریم. منی تو منی به این معنی است که مثل از است که یک مجموعه از محصلین یا شاگردها توسط یک مجموعه از استادها تدریس میشه. مثلا چندین استاد میتونه که چندین مسئله درس بده یا چندین محصل توسط چندین استاد درس میخوانه. این در واقع یک ریلیشنشیپ منی تو منی است یا ارتباط چند به چند است. یعنی چندین استاد یک طرف است و چندین مسئله دیگر طرف است. مثلا شما در یک فاکولته یا یک انستیتوت در نظر بگیرین، در یک وقت میبینین که چندین مسئله استادات در صنف های جداگانه میتونه که چی بشن؟ میتونه استفاده بکن. حتی در وان تو منی ما میتونیم که کلاس همراه مسئلین ارتباط بگیریم. مثلا در یک کلاس چندین مسئل میتونه موجود باشه یا میتونه که در از او کلاس استفاده بکن، اما چندین مسئل میتونه که در یک کلاس یا چندین مسئل میتونه که در یک کلاس باشه. خب این ارتباطات بود. مثلا این عزیز موضوع دیگه استخراج دیتا است یا انتخاب دیتا هاست. ما از جدول های متعدد، از جدول های مختلف که روابط قبلا ایجاد کردیم چطور میتونیم دیتا ها را استخراج بکنیم. در اینجا به اساس روابطی که ما دادیم، مثلا وان تو وان است یا وان تو منی هست، منی تو منی هست، ما در اینجا نیاز داریم که از جدول ها دیتا ها را استخراج بکنیم، از جدول ها دیتا ها را انتخاب بکنیم. در اینجا ما از کیوری های جاین یا پیوند استفاده میکنیم. کیوری های جاین در واقع انواع مختلف است. انواع مختلفی جاین ها را داریم. ما کراس جاین داریم، اینر جاین داریم، اوتر جاین داریم و همچنان در اوتر جاین ما لفت جاین یا لفت اوتر جاین داریم، رایت جاین یا رایت اوتر جاین داریم، فول جاین یا فول اوتر جاین است. یعنی اسکیل سرور انواع مختلف جاین ها را سپورت میکنه. یکی کراس جاین است، اینر جاین است، اوتر جاین است و اوتر جاین باز میتونه که با لفت جاین، رایت جاین و فول جاین تقسیم شما که اینها هر کدام از زیر در جلسه بعدی مورد مطالعه قرار میدیم. مثلا عزیز درس شما با اونجا با پایان میرسه و انواع ریلیشنشیپ ها را ما بس کردیم به شکل تیوری و ان شاء الله کارهای عملی زندگی را به شکل دانه دانه ما شما در قسمت بعدی یا جلسات بعدی بس میکنیم. خدا حافظ ناصرتان.